آقا خیلی خوش اومدی به کانال مستر نوی. امروز تو این ویدیو اومدیم املت عمو حسنی درست کنیم. بک‌گراند چه ربطی داره رو نمیدونم، ولی منو آوردن املت عمو حسنی درست کنیم. توی خونه سوسیس عمو حسنی نداشتیم، به خاطر همین می‌خوایم بریم سوسیس بخریم. چرا من دارم این ورانور نگاه می‌کنم؟ چون چه باغ مردمه. پس زودتر بریم سوسیس رو بگیریم. با من همراه باش. خب سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، بنده راوی این ویدیو هستم. دقیقا نمیدونم باید چیکار کنم، صرفا باید مثل یک راوی این داستان رو براتون روایت کنم. خب اینجا داریم میریم سوسیس بگیریم. خب بچه‌ها ما رفتیم بازار، ولی به علت اینکه عید بود و شلوغ بود نتونستیم ویدیویی از توی بازار بگیریم. پس یه لحظه زدم کنار، اومدم توی پارک که فقط بگم عمو حسنی سوسیس درپی تو از کجا، ببخشید سوسیس درپی تو از کجا گیر آوردی که ما نتونستیم گیر بیاریم؟ سوسیس پتروس گرم نیومد، ولی سوسیسی که گرفتیم عجب سوسیسیه، همش گوشته. خب ما رسیدیم خونه و از اونجایی که سوسیس پتروس پیدا نکردیم سوسیس دالاهو آوردیم براتون. ببینش سوسیس همش گوشته. زردچوبه سوسیس، سوسیس فلفل، نمک، روغن کرمانشاهی، روب. بریم تو کالش. خب با هم دیگه بریم سوسیس رو ریز ریز کنیم. عجب سوسیسی همش گوشته. سوسیس خب مایتوبا رو اول میذاریم سر گاز. تو دست کنده بلند میشه، کنده رو عشق مشتی. مرحله بعدی ریختن روغن کرمانشاهی توی مایتوب است. خب برای دیدن ادامه مراحل سوسیس عمو حسن با ما همراه باش. بریم کامل همش رو خالی کنیم تو روغن. خب اینجا ما سوسیس ها رو رسیم اینجا، ولی رکب خوردیم ابو سوفیان. اینا پنیر پیتزا دارن، نمیدونم چجوری در میاد. باین استاف الان نوبت روبه. اینجا که میبینید یکم طلایی شدن، شعله رو میدیم پایین در تمام مدت کار یادتون باشه. اینجا چی اضافه میکنیم؟ روب. آقا بسم الله. خب بچه های توی خونه، همینجور که میبینید داریم آشپزی میکنیم و این نتیجه است. این نتیجه است اگر کیف دادی دهنشون. سوسیس اینجا تقریبا تبدیل به خوراک شدن. ما میایم حالا با هنر یه دسته تخم مرغ محله میشکنیم. میزنه دوبار گوشه این کوفتی، حالا 3-4 اشکال نداره. این یه دونه، اینم دومیش. حالا ما اینو همچنان یکم هم میزنیم، همینجوری ادامه میدیم به هم زدن. نمیدونم دوربین اینجاست بله، و نمیدونم عمو حسن چه برنامه ریزی برای ما کرده، ولی اسم میکنم دو تا تخم مرغ کمه، پس میریم سه تاش میکنیم. خب این تخم مرغ خوشگله رو الان ما میریم اضافه میکنیم به ملاتمون. چرا نمیره چه صافه؟ عمو حسن تقدیر تو در آشپزی ستودنی است. حالا که داریم تخم مرغ سوم رو هم میزنیم، وقتشه که بریم ادویه ها رو بیاریم و کم کم بهش اضافه کنیم. ببخشید بابت اینکه کیفیت صدا یه جاهایی شاید کم باشه. زردچوبه که به روش سنتی عمو حسنی یعنی با دست بهش اضافه میشه و نمیدونم واقعا چه تأثیری میتونه داشته باشه. نوبتی هم باشه نوبت فلفله. نگو چرا دستات زرد، عمو حسن هم همینجوری درست میکرد. درسته که بهداشت خط قرمز منه، دستکشم شد. اوف 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 ترکوندمش. در نهایت هم آخر رو میزنیم و به خاطر اینکه یکم بیجون به نظرم در اومده
به قول عمو حسن میام بهش آب لیمو اضافه میکنیم. این فرایند رو باید با احتیاط انجام داد. آروم ریخت اینجا با بسته عمو حسنی میریم که میل کنیم اینو. بعد میگن تولید محتوا سخت نیست، درست کردن یه املت کلن شاید 30 ثانیه طول بکشه و هیچ دردسری نداره. حالا شما بیا بخوا ازش ویدیو بگیری. یه جد آبادی همو در آورد. خب حالا وقت این حرفا نیست، املت درست شده، بریم ببینیم واقعا طعمش چجوریه. آقا من واقعا مشتاقم ببینم املت عمو حسنی چجوری میشه، اونم با سوسیس پنیری. خب سیرو کوکانات تافافه گلاکت فقط تو کالافه، خودم میام باز آنتیا کاتاف کورسی ولی باربی میاد با سانتافه، احساس دلغک دارم الان. پو 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 خب خاک تو سرت، یا لقمه هم برا من بگیر گشنه. گدا آروم باش آبرومون، رفتن یه لقمه برات میگیرم. آقا این محشره، آقا این محشره. بهتون قول میدم تو رو همجون چیز رو تست نکردی، من قطعش کنم برم بخورم بیام. دست دیگه، دست شما در نکنه، خدافز.